اما در این بخش برنامه قراره که یه حکایت سرایی رو داشته باشیم و قراره که یک زاکر زحمتکش خانم های درگاه خوزستان یار جان و هنرمند صدا پیشه تشریف و یک حکایت عاشقانه و عارفانه رو از دفتر سوم مصنفی شریف برای ما بخوانند لطفاً با دستاتون همراهی کنین سرکار خانم صبحانی بزرگوار رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ادب یاهو یا ذات پیر مددی رابطه شریف کوله <سؤال> بار گناه بر دوشم سنگینی می کرد ندا آمد بر در خانه انبیا آنقدر بر در بکوب تا در برویت وا کنم آمدم هر چه گشتم در بسته ای ندیدم گفتم خدایا بر کدام این در بکوبم ندا آمدین را گفتم که بیایی وگرنه من هیچگاه درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک در بخارا بنده صدر جهان متهم شد گشت از صدرش نهان مدت ده سال سرگردان بگشت گه خراسان گه کوهستان گاه دشت در شهر بخارا پادشاهی بود به نام صدر جهان وکیلی داشت که جرم بزرگی مرتکب میشه و او هم از درس جونش و خشم پادشاه از شهر فرار میکنه وکیل مدت ده سال در شهرهای مختلف آواره میشه تا اینکه از پس ده سال او از اشتیاق گش پیدا داغت ز ایام فراق گفت ها به فرقتم زین پس نماند سب کی داند خلاعت را نشاند وکیل میگه که آتیش عشق و محبت رو چجور میشه با صبر و شکیبایی کنترل کرد من که نمیتونم پس بهتره به شهر بخارا و به نزد پادشاه خودم برگردم از طرفی باز به خودش میگفت من اگه برگردم پادشاه حتما منو تنبیه و مجازات میکنه ولی از اونجا که شدت اشتیاق در وجودش شعلور شده رو به اطرافیانش میکنه و میگه فرقت صدر جهان در جان او پاره پاره کرده بود در کان او گفت برخیزم همانجا واروم هم. کافر ار گشتم دگر ره بگروم واروم آنجا بیفتم پیش او پیش آن صدر نکو اندیش او گویم افکندم به پای جان خیش زنده کن یا سر ببر ما را چمیش کشته و مرده به دستت ای قمر به کشاه زندگان جای دگر آزمودم من هزاران بار بیش بی تو شیرین می نبینم ای شخیش وکیل از اون لحظه به بعد هر جا که نشست و برخواست میکنه و هر کسی رو که می بینه از تصمیمش صحبت میکنه وقتی علت رو جویا می شدن پاسخ میداد، دم به دم در سوز بریان می شوم. هر هرچه باد آباد آنجا می روم مسکن یار و شهر شاه من پیش عاشق این بود خب دوستانش متعجب میشن و بهش میگن که ای مرد عاقبت اندیش تو مگه از خطایی که مرتکب شدی و خشم و کینه صدر جهان قافلی رفتن تو به بخارا عین دیوانگیه اما مشکل اینجا بود که اونها قافل بودن از عشقی که در وجود وکیل نسبت به سطر جهان بود و همین خاطر اون از دستشون عصبانی میشه و بهشون میگه که گفت ای ناسه خموش کن چند چند پند کم ده که بس سخت است بند سختتر شد بند من از پند تو عشق را نشناخت دانشمند تو تو مکان تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن آشقان را هر زمانی مردنی است مردن اشاق خود یک نوع نیست گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برفشانم بر او آزمودم مرگ من در زندگیست. چون زندگی چون رحم زین زندگی پایندگی است اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان في حياه في حياه وکیل بالاخره آزم شهر بخارا میشه در بین راه با سختی های زیادی مواجه میشه ولی هیچ کدوم مانع انصراف از این تصمیم نمیشه بالاخره وارد شهر بخارا میشه دوستانش که مطلع میشن سریعا خودشون رو بهش میرسونن و میگن تا صدر جهان از حضورت با خبر نشده بهتره که از شهر فرار کنیم چرا که صدر جهان به شدت از دست تو عصبانیه و اگر گیرت بیاد حتما مجازاتت میکنه اما به ما بگو تو که این همه سال فراری بودی چطور شده که حالا با پای خودت به قتلگاه اومدی حکایت تو حکایت اون خرگوشیه که به دنبال شیر رفته فکیل میخنده و میگه که نه مسئله من مسئله اون فردیه که به بیماری استسقا مبتلا شده از یک طرف آب اون رو به سمت خودش فرا میخونه و از طرف دیگه میدونه که نوشیدن آب باعث مرگش میشه ولی با این حال از نوشیدن اجتناب نمیکنه وکیل در حالی که اشک میریخت و لبخند به لب کفن به تن میکنه و به سمت قصر صدر جهان حرکت میکنه وارد قصر میشه اما تا مدتی طولانی توفیق دیدار حاصل نمیشه تا اینکه یک روز صبح زود صدر جهان گفت با خود در سهرگه که احد حال آن آواره ما چون بود او گناهی کرد و ما دیدیم لیک رحمت ما را نمی نیک خاطر مجرم ز ما ترسان شود لیک صد امید در ترسش بود من به ترسانم وقیه یاورا آن آنکه ترسد من چه ترسانم ورا بهر دیگه سرد آزر می رود نه بدان که از جوش از سر می رود. و در پایان به خداوند عرض می کنه که خدایا این شرط انصاف نیست که من بخوام با وکیل بد رفتاری کنم. بلاخره روز موعود فرا میرسه و صدر جهان و وکیل در حضور مردم همدیگر رو ملاقات میکنن. لحظه دیدار گویی مرق جان وکیل از قفس تن خارج میشه و مثل یک چوب خوش مقابل دیدگان صدر جهان بر روی زمین میفته افرادی که بهش نزدیکن سری دورش جمع میشن سعی میکنن که اون رو به هوش بیارن اما بیفایده بود صدر جهان وقتی با این صحنه مواجه میشه در حالی که عاشقانه داره به وکیل نگاه میکنه از تختش پایین میاد و سراسیم خودش رو به او میرسونه سر وکیل رو در دامن خودش قرار میده و میگه شاه چون دیدان مزعفر روی او پس فرود آمد مرکب سوی او گفت عاشق دوست میجوید به تفت چون که معشوق آمدان عاشق برفت بانگ زد در گوش او شه کی گدا زر نسار آوردمت دامن گشا جان تو کن در فراقم میتپید چون که زنهارش رسیدم چون رمید ای بدید در فراقم گرم و سرد با خدا از بی خودی و بازگرد دست او بگرفت این رفته دمش آنگهی آید که من دم بخشمش چون به من زنده شود آن مرد تن جان من باشد که بازارت به من جان نامحرم نبیند روی دوست جز همان جان کسل او از کوی اوست گوش بی گوشی در این دم برگشا بحر راز یفعل الله مایشا وکیل حالا که پیغام وسار رو از جانب معشوق شنیده بلند میشه چرخی میزنه و بر روی زمین میافته و سجده میکنه بعد از اون رو به صدر جهان میکنه و میگه من سالهای سال که منتظر بودم فقط یک بار فقط یک بار به حرفای من گوش بدی و به خاطر این یک بار هزاران بار از خوش رفتم اما حالا که این لحظه میسر شده بین گریه کردن و حرف زدن موندم اگه حرف بزنم گریه کردنم قطع میشه و اگر گریه کنم هم دو سنای تو رو چجور به جا بیارم وکیل در حالی این کلمات رو ادا می کرد که اشک از دیدگانش جاری می شده و اونقدر احوالاتش خاص بود که مردم هم متأثر بودن و همراه او اشک می ریختن و به تعبیر حضرت مولانا گویی که قیامتی برپا شده بود شهر هم هم رنگ او شد اشک ریز مرد و زن در هم شده چون رست خیز آسمان آندم همی گفت با زمین گر قیامت را ندیدستی ببین و در بین این عاشق و معشوق گفتگوهایی رد و بدل میشه که فقط خدا ازش با خبره بندگی و سلطنت معلوم شد زیند و پرده عاشقی مکتوم شد کاش کی هستی کاشکی هستی زبانی داشتی تازه هستان پردهها برداشتی حکایتی که بیان شد حکایت وکیل و صدر جهان بود از دفتر سوم مصنوی شریف و اما پیغام این حکایت ای سالک بدان و آگاه باش که هر اهل دلی می داند که این حال و ذوق عجیب و عاشق نشأت گرفته از معشوقه چرا که این عشق و علاقه اگر در وجود معشوق نباشه در عاشق به ظهور نمیرسه به عبارتی هر شوریده ای را شوراننده ای هست پس به امید روزی که ما نیز به عشق حقیقی برسیم و عاشق آن معشوق ازلی شویم و سلام یا حق